با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد، دو سوال دیگه در ارتباط با آیین بهائی وارد شده، با دین بهائی وارد شده که موکول میکنیم. ما 35 دقیقه دیگه این 4 ساعت اول برنامه پخش میشه و تمام میشه. ما روی فیسبوک 4 ساعت بیشتر نمیتونیم که برنامه زنده داشته باشیم. اونجا باید قطع بشه، دو مرتبه شروع بشه و از مهمانمون باید پذیرایی هم بکنیم نیم ساعت و بعد برنامه رو دو مرتبه شروع کنیم برای مدت بعد. در این قسمت تا اونجایی که میشه راجع به سوال من پاسخ میدن و بعد اگر که تمام نشد بعد از تنفس طولانی دو مرتبه در این باره سخن خواهند گفت، چون برای من خیلی اهمیت داره، برای شما هم که قرآنی هستید باید اهمیت داشته باشه که آیا این سیستم و این نظام مردم رو بر اساس شاعر قرآنی مورد محاکمه قرار میده یا اینکه سیاست و اقتصاد و مسائل شیطانی هم در این کار دخالت داره. عموی شما نفر اولی بود که دستگیر شد، در چه حالتی بود، کجا بود، چطور دستگیر شد؟ نفر اول نبود، در آذربایجان اول نفری که کشته شد آقای بهار وجدانی بود در شهر مهاباد. ایشون چه کرده بودن؟ ایشون و آقای خلخالی آمده بود اونجا و یکی درا گرفته بود و وقتی زن و بچهش میرن و میگن که چرا اینو گرفتی، این فقط بهایی هست، در سیاست دخالتی نمی کنه. آقای خلخالی به زن و بچهش گفته بود که آقای خلخالی چه کاره بودن برای مردم، چون همه نمی... آقای خلخالی یکی از گزات گازیان انقلاب اسلامی بود که اطلاعات خیلی خوبی هم ادعا می کرد که از فکر اسلام داره و وقتی هم که و شاید تنها گازی بود که آقای خمینی خیلی قبولش داشت. آقای خلخالی به فامیلایشون میگن که دقیقا یادم 100 هزار تومان یا 200 هزار تومان پول بدهند و روی یک ورقه بنویسن که من بهایی نیستم، اگر هم بودم توبه کردم. برای آقای وجدانی، برای آقای وجدانی بده به آقای خلخالی که ایشون آزادش کنه و آقای وجدانی هم این کارو نمیکنه. بالنتیجه ایشون دستور میدن همون شبانه ایشون را تیر باران کرد بدون محاکمه. محاکمه بود. آقای خلخالی معتقد بود که علم گازی کافیه. اگر بیشتر توضیح بدید یعنی علم گازی، یعنی که یه آقای کسی که گازی هست اگر میدونه که این آدم مشروب میخوره، اگر میدونه که این آدم دزده، احتیاج به ارائه هیچ سند نیست، اگر خود متهمم اعتراف بکنه که من بهایی هستم که دیگه کار تمام. کار تمام. ببین الان اینجا در امریکا فرقش اینه، یه نفر یه چاقو ورداره دستش بره به پلیس بگه که اون نفری که کشته شده اونو من کشتم، قبولش نمی کنن. باید بگه اینه چجوری کشت، کجا کشته، چرا کشته و ثابت بشه که این کارو کرده. شاید دیوانه است میخواد این کار رو بکنه، یعنی اثبات واقعه بشه. اثبات. ولی آقای خلخالی معتقد بود وقتی خودش میگه من بهایی هستم هست دیگه. بنابراین ما اون وقت در رضایه من و یه آقای دیگری رفتیم با خانواده ایشان پیش آقای خیلی عذر میخوام. وقتی که ایشان اعتراف کرده به یک جنایتی و بعد چون اعتراف کرده شرعاً قاضی خودش رو مجاز میدونه که با علم قاضی حکم رو اجرا کنه، آیا ما قانون نوشته‌ای یا حکم نوشته مستندی داریم که داشتن اعتقاد بهائیت جنایت، یا اون رو نداریم، یا اون هم در ذهن آقای خلخالی بوده یا در جای دیگری هم منعکسه؟ توجه میکنی سوال من توجه هستم. اینا در فکر آقای خلخالی، در فکر آقای خامنه‌ای است، چون اینا معتقدن هر کس به حقانیت اسلام و آخرین پیغمبر بودن حضرت محمد اعتقاد نداشته باشه باید کشته بشه. به اینا، به اگر اسلام بوده
بعد از اسلام رفته به یک دین دیگر، این مرتد فطری هست. منتها در بین اینکه آیا مرتد فطری توبهش قابل قبول هست یا نه، بین آقایون مجتهدین اختلاف است. یکی عده از علما معتقد بودند که مرتد فطری توبهش قابل قبوله، ولی اکثریتشون معتقد بودند که مرتد فطری توبهش هم قابل قبول نیست. اون جریان آقای بهار وجدانی ما رفتیم پیش آقای استاندار که اینجوری شد، گفت آقا خلخالی، خودش گفت آقای خلخالی یه دیوانه است، حالا آمده یه 20 نفر رو گرفته، تصادفا میان اونها یکشم بهایی بوده، اینو به دولت آقای بازرگان و به ما نچسبونید. من از خانمشم عذرخواهی کرد و موضوع تمام شد. این اولین کشتار در آقای مهندس. شما هم شنیدید که آقای خلخالی در زمان طفولیت و پسر بچگی سادیسم آزار دیگران رو داشته و گربه ها رو میگرفته، دومشون رو میچرخانده و اینها رو به این طرف اون طرف میزده و از کشته شدن گربه ها به این ترتیب آرامش پیدا میکرده. بله، من در برنامه آقای حسین مهری مصاحبه میکردن با خود ایشان شنیدم، ولی آقای خلخالی جوابی که به این داد گفت آقا شما مستید یا مشروب خورده اید، این حرفا چیه میزنید؟ ببینید، ما گوش پدر من همیشه به من میگفت آنچرا بین حق و باطل 4 انگشت است، آنچرا که با گوش میشنویم نباید بپذیریم، آنچرا که با چشم میبینیم. ولی امروز حتی چشمم قابل اطمینان نیست، آنچنان جعل میکنن، آنچنان نقاشی میکنن، آنچنان فیلمبرداری میکنن که آدم نمیتونه تشخیص بده. در هر صورت آقای خلخالی در آذربایجان این آدم رو کش، یک زیادی از کردار هم اونجا تیرباران کرد و برگش رفت. در رضاییه تا کردها رو یا ترک ها رو؟ کردها رو. ولی در تبریز اولین نفری که گرفتن و انداختن به زندان یه آقایی بود به نام دکتر فرامرز سمندری، ایشونو با آقای آستانی گرفتن انداختن زندان. این روزی بود که من از تبریز مرخصی گرفته بودم که بیام بیرون. آقای دکتر سمندری به من گفتش که یکی دو نفر از بهائیان تو زندانن و ما نمیدونیم. بعد اینکه ما خارج شدیم خود ایشونم گرفتن انداختن به زندان، آقای دکتر سمندری و آقای یدالله آستانی که از دوستای ما بودن. دکتر سمندری در دانشگاه تبریز درس خونده بود، بعد کانادا تخصص گرفته بود، بلافاصله آمد تبریز و گفت من به دانشگاه تبریز بدهکارم، بنابراین مطب با اینام باز نکرد، فقط در دانشگاه کار میکرد و عمل میکرد. جراح بودن. روزی که این دو نفر رو اعدام میکرد آقای موسوی تبریزی، در مورد پسر عموی من و عموی من و این نفر آقای موسوی تبریزی که بعدن هم رئیس موسوی تبریزی اردبیلی موسوی تبریزی که قد قیافه خیلی خوب، خیلی خوشتیپ بود، دستای خیلی زیبایی داشت، ایشون این آقای دکتر سمندری را که حتی منشیش بهش گفته بود که مردم به دستهای دکتر سمندری احتیاج دارند، جوابش این بود که مردم فقط به اسلام احتیاج دارند، ما 1000 تا دست میپرورانیم. بعد در تبریز پسرعموی من و 8-9 نفر دیگر که عضو محفل بودند، اینا رو گرفته بودند که ما در ترکیه بودیم. عموی من از اونجا نامه نوشت به من، چون با من خیلی احساس نزدیکی بیشتری داشت، و نوشت که پسر عمویت الان 1 ماه در زندانه و هیچ راهی به نظر نمیرسه که ایشونو آزاد کنن، منم برای باز شدن مشکل دلم هی دعا و مناجات میخونم ولی بار غمم کم نمیشود. من براش نامه نوشتم که عمو جان، شما نه سیاسی هستی نه به کسی ظلم کردی، تمام اهل میشناسن که شما چقدر انسان درستکار و با شرفی هستید، امتحانتون رو برای جامعه دادید،
پرویز هم من به شما قول میدم که به زودی آزاد خواهد شد. آقای موسوی تبریزی در همزمان که پسرعموی من تو زندان بود، دکتر پرویز فیروزی، در اهر امام جمعه شهر شکایت عمویم را میکنه و ایشون رو بازداشت میکنه. و چون در اهر پاسداری حاضر نبوده که ایشون رو به تبریز بیاره، پاسدارا از تبریز رفتن به اهر، عمویم را گرفتن آوردن، ولی در زندان و سلول دیگری بود. این دوتا هیچ وقت هم دیگر رو ندیدن. آقای موسوی تبریزی یک روز دستور میده که عموی مرا ببرن پیش ایشان. عموی من از در که وارد میشه، اون وقت که میگم مثلا 70 و چند سالشه، عموی من که وارد اتاق میشه، موسوی که پشت میزش نشسته به این میگه کافر بنشین. عموم بهش میگه که آقا من کافر نیستم، من نماز میخوانم، من خداشناسم. میگه ای نماز میخونی؟ میگه بخون بینم. میگه آب بیارن. آب میارن، وضو میکنه و شروع میکنه نماز بهایی خوندن. وقتی نمازش تمام میشه، آقای موسوی میپرسه که آقای فیروزی، شما بهایی زاده هستید یا خودتون بهایی شدید؟ عموی منم میگه که نه، من خودم تحقیق کردم و بهایی شدم. آقای موسوی بگه که بفرمایید. اما ایمان میاد میشینه تو سلول، برمیداره به پسرش نامه بنویسه. اینا را که میگم شاهدان عینی که در سلول بودن، سه نفر، همشون به گونه ای نوشتن و به بیرون دادن که آقای فیروز اومد گفت محاکمه اینجوری شد. داره پاس داره میبینه که آقای محاکمه چند سوال کردن؟ سه تا سوال. یکی این که فطری هستین یا نیست، نوشته که کافر، این گفته کافر نیستم، من نماز میخوانم، خداشناسم، گفته بخوان. وقتی نمازشو خونده، سوال یکیه، شما بهایی هستید یا بهایی زاده؟ عمو میگه که من بهاییه، خودم بهایی شدم. دو تا سوال بیشتر نه. بعد عمو برمیداشته نامه مینوشته، پاسداره میبینه که میگه آقای فیروزی چیکار میکنید؟ میگه به پسرم که در زندان دیگری هست نامه مینویسم. میگه حالا که قلم کاغذ دستتونه، وصیت نامتونم بنویسید، چون شما به اعدام محکوم شدید. عموی من برمیداره وصیت نامش مینویسه که وصیت نامه کپیش دست منم هست الان. بله. در این وصیت نامه می نویسه که خدا شاهد است از من هیچ گناهی صادر نشده است، من مظلوم مظلومم. و از خواهرم خداحافظی می کنم، از برادرم خود، از اموال دنیا هم چیزی باقی ماشد بچه های من بین خودشون تقسیم بکنن. بعد می برن و تیربارانش می کنن. زنموی من که در تبریزه، دسته گل و شیرینی میبره به پاسدارا، اینه میده. یکی از پاسدارا میگه خانم ما شوهر شما را کشتیم. میگه شما عامل بودید، عامل که نبودید. این عمو کشته شد، مون اون یکی. پرویزو با 8 نفر دیگر از اعضای محفل آقای موسوی تبریزی میپرسه، بپرسید که اینا بهایی هستن یا بهایی زاده. همه اونا بهایی زاده بودن. وقتی میبینه که همه اینا بهایی زاده ان، دستور میده که برای اینا 3 روز کلاس بذارن، تشرف به دین مبین اسلام. اینا رو می بردن، یه آقای آمده نشسته شروع کرده 3 روز برای اینها صحبت کرده. بعد از 3 روز آقا آمده با دست خودش یک گچ کشیده روی سالن، گفت اونهایی که به دین مبین اسلام مشرف شدن بیانیم.
و هیچ کدوم از اینا نیومد. دستور داده چشمه های اینا را ببندن و بذارن جلوی دیوار، ولی به اون مأموره گفته که تیر هوایی در کنید. اینا چشماشون بسته تیر هوایی در میکنن، هر کدوم از اینا خیال میکنن که به این نخورد اینا، بعد میگه چشماشون رو باز کنید. خودش میگه وقتی چشماشون رو باز کردن، گفت آقایون بهایی ها، ما با شما شوخی نداریم، من 24 ساعت دیگر به شما مهلت میدم و یک آقای دیگری میاد برای شما صحبت بکنه. اگر خط میکشم، اونایی که این ور خط آمدن آزاد میشن، میگردن آغوش خانواده، اونایی که بر نگشتن از این خط کشته میشن. دوباره همین صحنه تکرار میشه. فردا خط میکشه و هیچ کدام از اینها از اینجا بیرون نیام از این خط. بعد دستور میده، البته همون روز که بعد از ظهر اینا را اعدام کردن، زن پسر عمویم که اینجا هست و شما اون شما را میشناسه، شما میشونه در یه جایی دیدید، دو تا بچه کوچکشو میبره. پرویز از پشت شیشه اینا را میبوسه و یک ساعت دو ساعت بعد تیربارانش که دوباره زنموی من برای اون وقت جنازه را تحویل می دادند. برای تحویل گرفتن جنازه اینها دستگل و شیرنی می برند که حتی خود پاسدارا گریه می کردند که خانم ما پسر شما را کشتیم. گفت نه، شما دستور را اجرا کردید. که بعد این آقای موسوی شد نماینده دادستان کل انقلاب. یعنی اگر برگردیم به خلاصه مطالبی که اولا ممنونم ازتون که من میدونم چقدر در داور بازگو کردن فشار روانی به شما وارد میشه و چقدر یادآوری این شرایط و گذشته خیلی چقدر اذیت میکنه آدم رو، میفهمم همه اونها رو، قصد آزار شما رو هم نداشتم، ولی با توجه به بار سنگینی که این کار برای هر دوی ما داره، هم ایشان برای گفتنش و هم من به عنوان مسئول یک رسانه‌ای که رسانه عمومی است و هزاران هزار بیننده در سراسر جهان داره، من هم بار اتهامات جدیدی رو تحمل بکنم و برای نشر این موضوعات و اینها. ولی من چون در نهادم اساسا دوستی و دشمنی رو در امور تحقیقاتی دخالت نمیدم، من به عنوان یک متخصص و به عنوان یک شخص کارشناس تربیت متخصص شدم، تربیت تخصصی دارم که احساسات و عواطفم رو با تحقیقاتم قاطی نکنم و مسئولیت پاک بودن تحقیقات رو از دخالت عواطف عهده‌دار بشم، مدیریت کنم و قادر به این کار هم هستم و تا به حال هم کردم. چه احساسی من نسبت به ایشون دارم، نسبت به باهائی‌ها دارم، قبول دارم، ندارم، اونها یک مسائل فرعی است. سوال در اینجا از یادآوری این مطالب، این سوال مطرح است که من از حکومت فعلی ایران این سوال رو میکنم که شما یک کودی، یک پروتکلی، یک آیین نامه‌ای، یک آیه‌ای، یک قانونی، یک فتوایی، یک فقهی، یک قانون نوشته‌ای دارید، درست یا غلط، که بر مبنای این قانون نوشته شده جرم رو تشخیص میدید و در تشخیص شما اعتقاد و باور به قول شما فرقه زاله بهایی یک جنایته. من در این شبکه‌ای که
بی تردید و بدون تبلیغات میلیون ها نفر الان دارن ما رو میبینن. من این سوال رو از شما میکنم که مبنای این تشخیص در کجا ما جستجو کنیم؟ بالاخره شما یک کشور هستید دیگه، یک سیستم قانونی دارید، از روی کاغذ و قانون کار میکنید. کدام منبع کتبی وجود داره که ما مراجعه کنیم به اون منبع کتبی و در اون منبع کتبی و قانونی؟ چون کشور ایران که کشور فقهی نیست که. درسته که فقه مؤثر در قانون هست، ولی خود فقه از نظر دولت ایران هم قانون نیست. فقه قانون می شود، فقه پایه قانون هست در اعتقاد و سیستم شما، اما خود فقه که قانون نیست. قانون مطالبی است که روی کاغذ ثبت میشه، ضبط میشه، به قوه قضایی ابلاغ میشه که آقای قوه قضایی این قانونه، درست یا غلط. من اون رو سوال میکنم که در کجا ما جستجو کنیم و پیدا کنیم که اعتقاد به دین بهایی، اصلا دین هم نیست، اعتقاد به باور بهایی جنایت است. چرا این را عرض میکنم؟ برای اینکه ده ها مدرک کتبی و رسمی از شما موجوده که گفته اید که ما به هیچ عنوان بهایی و غیر بهایی رو برای اعتقادش مورد محاکمه قرار ندادیم. چون بهایی ها اکثرا جنایتکار و جاسوس و خائن و وطن فروش هستند، اینها رو برای اون جرمه ها ما محاکمه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جنایت کردند اضافه بر اعتقادی که اعتقادشون زشت هست، ولی جنایت نیست. این حرفاییست که شما زدین، نوشته هاشم هست که ما اینها رو برای اعتقادشون، خود ایشان هم خدا رو گواه میگیرم تا همین لحظه ای که من این صحبت ها رو دارم میکنم نمیدانستن که من این صحبت ها رو میخوام بکنم. من وکیل باهایی ها نیستم، اما من روشن کننده قرآن هستم، من روشن کننده دین اسلام هستم که دین اسلام و قرآن رو از اتهاماتی که به او وارد میکنید و ذهن مردم رو در مورد دین مخشوش میکنید، جلوی اون کارهای شما رو بگیرم و از هر فرصتی برای این کار استفاده میکنم. شما ده ها سند از شما من دارم که در اونها گفته ای تلویحا یا مستقیما که اعتقاد در اسلام جرم نیست، حتی اعتقاد به فرقه زالهی مثل بهایی. اما جنایتی که این اهل فرقه زاده می کنند مورد مجازات قرار میده اونها رو، و ما اونها رو برای اون جنایات محاکمه می کنیم، نه برای اعتقادشون. این سخن شما خوب متوجه این مطلب میشید آقای مهندس فیروزی؟ کاملا. سوال من این است که از شما حکومت، که شما در مقابل این دوگانگویی و ضد و نقیزگویی که اعتقاد به عقیده رو اسلامی می دانید و در اسلام امنیت عقیده قائل هستید که وجود داره، که وجود داره، چطور هست که الان این شخصی که در اینجا نشسته، شما بگویید، اینی که شما صدای من نمی شنوید صدای من می شنوید، منشی مجلس شورای ملی چه می دونم اسلامی ایران هم چند ماه پیش با من مصاحبه مستقیم از ایران داشتن که پخش کردیم، هم من شما رو میشناسم هم شما منو میشناسید، هم جز به جز کلمات من در وزارت اطلاعات ضبط میشه و ثبت میشه، از خودش شما اقوام ما در همونجا هستن. الان وارد اون مباحث نمیخوام بشم که بحث حالت گفت و شنود دو نفره با شما پیدا بکنه، ولی سوال من این است که شما این ضد و نقیزگویی رو چطور توجیه میکنید؟ جواب ایشون رو شما باید بدید، بگید آقای فیروزی شما دروغ میگید، ما به موجب این سند مدرک داریم که عموی شما جاسوس اسرائیل بوده.
عموی شما آدم کش بوده. بله، در روزنامه کیهان جرمی که به عموی من دادن نوشتن رضا فرزند حسن، چون اسم پدر بزرگم حسن بوده، به جرمهای زیر: انحراف جوانان. یعنی عموی من در احد پول خرج میکرده و جوانان را به راه بد هدایت میکرده، تماس با اسرائیل و به انحراف کشاندن نسل جوان، به جرمهای خود اعتراف و به مجازات اعدام محکوم کرد. گفت این تنها یک نفر که نیست، ببینید هزاران هزار مجاهد، هزاران هزار فدایی، هزاران هزار کسی که بار تحمل نظرات اینا رو نداشتن، چندین هزار زندانی که محکوم شدن به زندان و دوره زندانیتشون را سر می کردن، به فتوای همین ها با یک سوال: نماز می خوانی یا نه؟ اونایی که گفتن نمی خوانیم بردن ادام کرد. آقای مهندس پیروزی، مسئله ای که من مطرح میکنم یک کمی با نظرگاه جنابالی یا مبنایی که شما روش ایستادید تفاوت میکنه. شما مدرک اسلامی میخواهید که اینا را به چه جرمی اعدام میکنید، شما مدرک قانونی میخواهید که از آیات قرآن آیه ای را من دفینیشن میخوام. نه، آیه قرآن هم نمیخوام. اصلا قبول کردن که اینا از قرآن بالاتر هم. من آیه قرآن هم، من دفینیشن میخوام، من پروتکل میخوام. من میگم روی شما هر مثالی زدید، گفتید که بیمه برای سر کار خانمتون بود، هر لغتی رو معنی میکنه که دعوانش سر اون لغت، که من منظورم از آتش این بود، شما منظورت از آتش اون بود. برای اینکه این بحثا مطرح نشه، کلمه به کلمه چیزهایی که لایبیلیتی ایجاد میکنه باید معنی بشه، بایستی دیفاین بشه به قول خودشون. الان این حرفایی که شما مطرح کردید هر کدومش منو میبره به یک ماجرای دیگه. انحراف معنیش چی از نظر حقوق؟ نه، اینا هیچ کدومش نیست. جناب دکتر، اینجا یه ذره بر اعصاب شما به اصطلاح زیاد فشار نیاد. همین دو ماه پیش با دخترم از یه جای می اومدیم، جریان این پسر عمویم که منو همیشه آزار میده مطرح شد. گفت بابا اگر شما در ایران بودید، شما را دستگیر میکردند و ما می اومدیم از پشت شیشه شما را میدیدیم، ما را میذاشتی دوباره اعدام میشدی؟ گفتم دخترم اگر تا پشت زندان نرم نمیدونستم، ولی اگر میخواستن به شما تجاوز، بخصوص به تو تجاوز بکنن، میگفتم من نه تنها بهایی نیستم، انسانم نیستم، به اونا اذیت نکنید. برای جناب دکتر مشکلی نبود که، مشکل آقای موسوی این بود اگر من میرفتم دستا میبردم بالا میگفتم آقا من مسلمانم بهایی نیستم، میگفت این کاغذ را امضا کن، در اون کاغذ از من شهادت دروغ میخواست، شهادت دروغ. عموی من باید کاغذ امضا میکرده که در احر به انحراف نسل جوان اقدام میکرده، باید اعتراف میکرده که با اسرائیل تماس داشته، باید اعتراف میکرده کارهای جنایتهایی را که نکرده و شهادت. چجوری آدم به شهادت دروغ امضا کنه؟ خیلی ها بودن، هزاران هزار بهایی بودن، از ترس جانشون مالشون کاغذ امضا کردن، اما هیچ کدام از اینا موفق نشدن یک بهایی را در تلویزیون بیارند. مثل بیش از 250-60 نفر تحصیل کرده آدم های با مثل پروفسور حکیم، افراد دیگر را، دکتر داوودی را. دکتر داوودی، من نمیدونم شما با دخترشون آشنا شد نشدید، در یکی از سمینارهای ما صحبت میکرد. بله بودم. ایشون پدرشونو میومدن و
و به آقای رفسنجانی گفته بودن آقای رفسنجانی این کجاست؟ گفت خانم داوود شما به ما خبر بدید اینا کجا هستن؟ به ما گفتن که یک روز قبل از انقلاب دو هواپیما از اسرائیل آمدن و همه اینا رو بردن به اسرائیل. شما به ما بگید حالشون خوبه؟ این خانم داوودی اینقدر رفته بود به پیش این دادستان و اینا، یکی از اینا آمده بود گفته بود خانم شوهر شما را با اتو سوزاندن، اینقدر بهش اتو زدن که بدنش از بین، من خجالت دیگه نیایید. و جنازه هاشون مشخص نشد. اولین گروه محفل ملی که اعدام شدن ما یک دونه جای جنازه‌شون نمیدونیم. اخیراً در تبریز یه خانمی که نسبتی هم با ما داشت فوت کرد، پیر زن 70 و چند ساله. اجازه دفنش نداریم. شما از این آقایون بپرسید در کشور اسلامی یک نامسلمان به نام بهایی کشته بشه کجا باید دفنش بکنن؟ بردن در آذرشهر یه جای دیگه، معلوم نبود که دفن کردن یا نکردن. قبرستان‌های ما رو آمدن تخریب کردن، خاک پدر مادرها و افرادی که 50 سال 60 سال رفتن با بولدوزر ریختن، جمع کردن ریختن بیرون. ما حق دانشگاه رفتن نداریم. یعنی در یک کشور اسلامی یک غیر مسلمان شیعه، نمیدونم حالا به سنی هم اجازه میدن یا نه، حق رفتن به دانشگاه نداره. سنی ها تا اونجایی که من اطلاع دارم مسجد ندارن در تهران. تهران اجازه مسجد ندارن. با اگه با مسلمانش این کار میکنن. ولی یه چیزی به شما بگم، آقای خمینی علی رغم اینکه با تمام کارهایی که کرده هرگز و هرگز جمله علیه بهائیت بیان نکرد. اگر آقای خمینی یک بار میگفت که از این بهائیان برای ما مشکل شدن، از جان ما چه میخواهند، تمام بهائیان ایران رو قتل عام میکردن. عموی شما در زمان آقای خمینی اعدام شدن یا خامنه ای؟ در زمان آقای خمینی. بله. یعنی که بیشتر دادگاه هایی که بودن انجمن تبلیغات اسلامی بود. بله. آقای خمینی به عنوان مرجع و به عنوان نایب امام زمان و به عنوان حاکمی که از طرف خدا معین میشه، حتما بایستی که مسئولیت اعمالی رو که در زیر نظر ایشون به وسیله ملاهایی که حالا مردم تابع ایشان نبودن، ملاها که تابع ایشان بودن یا ملاها هم تابع نبودن، چرا بودن؟ اون وقت چطور شما دفاع میکنید از آقای خمینی که آقای خمینی فتوا نداده؟ مگه فتوا باید به کلام باشه؟ فتوای کشتن نداد. ولی در شیراز دختر 16 ساله مونا را بردن پای دار، پیشنهاد کردن که بیا امضا کنی شهادت نامه را، گفت من یاد گرفتم شهادت به دروغ ندهم. و وقتی اون آقای ریگان آمد، اون وقتا شما حتما یادتون، آقای ریگان آمد، این چند ده دوازده تا دختر در شیراز که از جمله اونها یک دختر مونا بود محکوم به اعدام شده بود، آقای ریگان خواهش کرد از تمام دنیا که از ایران خواهش بکنند که اینا اعدام نشوند. همون شب آقای خمینی دستور داد اینا رو اعدام کردند و فردا گفت که این آقای ریگان هم برای ما مسلمان شده است. بینندگان ارجمند، ما به پایان بخش فعلی برنامه رسیدیم. برای کسانی که روی فیسبوک از ما سوالاتی رو مطرح کردن توصیه میکنم که چون فیسبوک بسته میشه الان، دو مرتبه که باز میشه سوالات رو تکرار بکنن، این زحمت رو بپذیرن و این کار رو انجام بدن و ما در بخش بازگشت در مورد همه سوالات شما پاسخ خواهیم داد. قصد من از این برنامه پاک کردن ساحت مقدس قرآن کریم از اتهامات واهی و از بدنامی، از خشونت، از خرافه و از جنگ با تعقل و نامهربانی با دیگران. من و دیگر مسلمانان قرآنی، ما تابع خدایی هستیم که رحمان و رحیم است و اون چه این حکومت می کند
رحمت نیست. حساب این حکومت با اعمال خود باید مستقل و مبرا از قرآن و اسلام قرآنی باشد. باز می‌گردیم و به ادامه این بحث تاریخی و مهم در خدمت مهندس حسن فیروزی ادامه می‌دهیم. با ما باشید، باز می‌گردیم. خدا نگهدار.